آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. هموطنان ارجمند، دوستان نهایت گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی و با تأخیر 20 دقیقه‌ای در پخش برنامه امروز، یک بار دیگر در حضور شما قرار داریم و نگاه روز سه‌شنبه 24 جدی سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 14 ماه جنوری سال 2020 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. البته برنامه های تلویزیون آریانا افغانستان و بالاخص برنامه‌ای که همکنون مشاهده میکنین از طریق فیسبوک، لایف استریم، جیلویز، سایت انترنتی آریانا افغانستان، جادو و همچنان ستلایت G19 قابل دسترسی میباشه. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، طور که اطلاع دارین البته شرایط در افغانستان بسیار ناگوار است و روزنامه ها و جراید خارجی و داخلی وقتاً فوقتاً تبصره ها و گزارش های مبسوط و فشرده را در مورد افغانستان منتشر می کنند یا به نشر می رسانند. با روال معمول در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان امروز تبصره های از واشنگتن پست، سپوتنیک، وال استریت جورنال و نیویورک تایمز را برای شما برگزیده ایم و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بخشی از تبصره های آرمان ملی، ویسا و هشت صبح تقدیم حضورتان می شود. از زمان حمله امریکا به افغانستان مجموعاً 157 هزار نفر کشته شدند. این رقم رسمی است. با گزارش روزنامه پرتیراژ واشنگتن پست که چند پیش اسناد محرمانه را در رابطه با جنگ افغانستان منتشر کرده بود، شمار کشته های جنگ در این کشور را بیش از 157 هزار نفر وانمود کرده است. به اساس این آمار، از زمان حمله ائتلاف به رهبری امریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی 64124 نیروی امنیتی افغان و 43074 نفر غیر نظامی جانهای خود را از دست دادند. واشنگتن پست شمار اعضای طالبان که در طی این سالها در اثر درگیری کشته شدند را نیز 42100 نفر تخمین زده است. این گزارش شمار نیروهای آمریکایی کشته شده را 2300، نیروهای قراردادی آمریکا را 3000 و 814 و سایر نیروهای عضو ناتو را نیز 145 نفر اعلام نموده است. تعداد مددگارانی که در 18 سال گذشته در افغانستان کشته شدن نیز 424 نفر و شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز 67 نفر اعلام شده است. واشنگتن پست اعلام می‌کند گفتنی است که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان شمار تلفات منتشر شده را تایید نکردند. از تبصره واشنگتن پست که بگذاریم، میرسیم به تبصره در روزنامه سپوتنیک توجه مرا جلب کرد. کابولوف از امکان عدم همکاری ایران در پروسه صلح افغانستان خبر میدهد. نماینده ویژه روسیه میگوید ایران ممکن است با امریکا در منطقه و بخصوص در افغانستان همکاری نکند. سپوتنیک اعلام میکند زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر شعبه دوم آسیایی وزارت امور خارجه، میگوید که پس از تنش میان امریکا و ایران در شرق میانه، ترور جنرال قاسم سلیمانی
حملات راکتی ایران به پایگاه های نظامی امریکا در عراق به عنوان اقدام انتقام جویانه. ممکن ایران از همکاری با امریکا نه تنها در منطقه بلکه در افغانستان و به ویژه در پروسه صلح افغانستان امتناع ورزد. اسپوتنیک از قول کابلوف میگوید تشدید درگیری میان ایالات متحده و ایران به خاطر ترور جنرال قاسم سلیمانی به نظر ما ممکن است بر اوضاع افغانستان و به ویژه روند صلح تاثیر بگذارد، به این معنا که این کشور از همکاری نه تنها در منطقه بلکه در افغانستان نیز خودداری ورزد. تنش‌ها میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران زمانی بالا گرفت که ایالات متحده در بامداد روز 3 جنوری قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به همراه ابوالمهدی المهندس معاون سازمان هشت شعبی در میدان هوایی بغداد هدف قرار داد و ترور کرد. ایران نیز در پاسخ به این اقدام امریکا صبح روز 8 ماه جنوری به 2 پایگاه امریکایی در عراق حملات راکتی انجام داد. ایران اعلام کرد که این حمله در عملیات تحت نام قاسم سلیمانی و با هدف انتقام صورت گرفته است. مقاله مبسوطی از روزنامه USA Today داریم. این مقاله به قلم کیون جانسن نوشته شده. در بخش از این مقاله آمده است حدود نیم قرن قبل وقت تحقیقات مشران جرگه امریکا نقشه سازمان CIA برای ترور فیدل کاسترو دکتاتور کیوبا و سایر رهبران را افشا کرد، رئیس جمهور جرال فورد در اقدام ترورهای سیاسی را ممنوع قرار داد. نیم قرن بعد از آن دولت‌های امریکا، چه جمهوری‌ها و چه دموکرات، از استثناهای بس برانگیز فرمان اجرایی سال 1976 رئیس جمهور فورد را ملغا قرار داد. این استثناها با محک زدن حدود قوانین بین‌المللی رؤسای جمهور امریکا را از اختیارات فوق‌العاده برای استفاده از نیروی مرگبار در خارج از مرزهای امریکا برخوردار می‌کند. با این حال این استراتژی که کاملا پیشگیرانه می باشد حالا با عنوان قطع هدفمند شناخته می شود. پیش از حملات 11 سپتامبر خریدار چندانی این عملیات ها نداشت. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و حالا دونالد ترامپ رهبران گروه های تروریستی را برای جلوگیری از حملات آنان به خاک ایالات متحده و حفاظت از منافع امریکا در خارج از کشور به قطع رساندند. USA Today در بخش دیگری از مقاله مبسوط خود می افزاید با این حال حمله تیارات بدون سرنشین امریکا که منجر به کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران شد موج از سوالات حقوقی و نگرانی های جهانی را برانگیخته که حتی در قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده و معمار حملات 11 سپتامبر در سال 2011 در دوران اوباما شاهد نبودیم. پس از اینکه سه‌شنبه شب هفته گذشته ایران بیش از 10 راکت را علیه 2 پایگاه نظامی اردوی عراق که میزبان نیروهای آمریکایی هستند شلیک کرد، اقدامی که تقابل را شعله‌ور کرده همچنان موضوع بحث و جدال حقوقی است. پرسش حالا این است آیا کشتن سلیمانی یک ترور غیر قانونی بود یا یک اقدام مشروع در جنگ آمریکا علیه تروریسم؟ دولت ترامپ حمله به سلیمانی را به عنوان اقدامی در دفاع از ایالات متحده توجیه کرده و مدعی شده است که سلیمانی در لحظه کشته شدن در حال سازماندهی کارزار ترور و وحشتی بود که منافع ایالات متحده را در معرض خطر حتمی قرار می‌داد. با این حال نزدیک به یک هفته پس از این حمله تحلیلگران امنیت ملی همچنان با هم اختلاف نظر دارند. برخی از آنها تاکید میکنند که کشتن سلیمانی نقض قوانین بین‌المللی بوده و خطر شعله‌ور شدن منازعه در شرق میانه را افزایش داده است. ماری آلن اوکانل استاد حقوق پوهنتون نوتردام و کارشناس حقوق بین‌المللی و استفاده از زور میگوید ایالات متحده هیچ توجیه برای انجام این حمله نداشت. او میافزاید که کشتن سلیمانی از این جهت مشکل ساز است که حمله بدون رضایت دولت عراق صورت گرفته. او میگوید ما حق حمله به خاک عراق را
نداریم. روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد آنچه وضعیت اقتصادی رو به وخامت در اطراف پایگاه هوایی بگرام خوانده منتشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است اقتصاد میدان هوایی بگرام جدن به اردوی امریکا بستگی دارد. بنوشته روزنامه آنجا که یک زمان بسیار رونق داشت حالا بیشتر به یک هدف مبدل شده است. فایق‌الله تاجک افغانیست که زمانی در پایگاه هوایی بگرام کار میکرد. روزنامه به نقل از این مرد نوشته است ماهانه حدود $600 عاید داشت. اما زمانی که روند خروج تدریجی نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز شد یکی از هزاران کسی بود که کارش را از دست داد. بنوشته روزنامه فایق حالا اشیای مانند وسایل ورزش، کمپیوترها و پرینترهای فرسوده را در نزدیکی میدان هوایی بگرام می فروشد و ماهانه حدود $600 عاید به دست می آورد. در ادامه آمده است در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان جهت تعیین سرنوشت جنگ این کشور برای گفتگو با طالبان موظف شده، مانند فایق حدود 80,000 باشنده ولسوالی بگرامی ولایت کابل آسیب پذیر هستند. پایگاه هوایی بگرام در سال 1950 ایجاد شده بود و در جریان تهاجم چند ساله شوروی سابق بر افغانستان به مرکز بزرگ نظامی مبدل شد. نیویورک تایمز روا می کند پس از ورود نظامیان امریکایی در سال 2001 به افغانستان این پایگاه بسیار رشد کرد و در آن ده ها هزار ملکی و نظامی مستقر شدند. از روزنامه های خارجی که بگذاریم می رسیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که بیشتر مطالب را به بررسی و تحلیل گفتگوهای صلح مقامات امریکایی و گروه طالبان و کاهش سربازان خارجی در افغانستان پرداختند. از جمله روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود به بررسی موضوع کاهش سربازان نیروهای امریکایی در افغانستان پرداخته است. روزنامه به نقل از رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا آورده که ممکن است امریکا با گروه طالبان در این مورد به توافق برسد، اما اگر توافق هم صورت نگیرد شمار سربازان امریکایی در افغانستان کاهش خواهد یافت. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی این مقام بلندپایه امریکایی در حال این موضوع را بیان کرده که دور تازه گفتگوهای نمایندگان امریکا و گروه طالبان یک ماه پیش اثر گرفته شد. به نوشته روزنامه دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. آرمان ملی اظهار نگرانی می کند که توافق امریکا با گروه طالبان بدون توافق بر سر برقراری آتش بس باعث خواهد شد که این گروه از گفتگو با حکومت افغانستان سرباز بزند. روزنامه ویسا نوشته است که اگر بحران جاری میان امریکا و ایران کنترل نشود ممکن است این دو کشور با هم برخورد نظامی کنند که زیان آن بیشتر بر مردم افغانستان تحمیل خواهد شد. ویسا اعلام می کند اگر چنین برخورد بین امریکا و ایران صورت گیرد که در حال حاضر احتمال آن کمتر دیده می شود، برخورد دو کشور زمینه جنگ نیابتی را در منطقه فراهم خواهد کرد. و اما روزنامه 8 صبح. آخرین تبصره از روزنامه 8 صبح است. روزنامه 8 صبح در مورد گفتگوهای طالبان با مقامات امریکایی می نویسد آغاز گفتگو با طالبان برای آینده سیاسی افغانستان بدون آتش بس سراسری هیچ معنا ندارد. آتش بس باید مسبوق به گفتگو باشد. وقتی آتش بس صورت بگیرد و گفتگو راه بیفتد تمام جهتها تلاش خواهند کرد که وضعیت آتش بس را نگه دارند. 8 صبح می افزاید اگر آتش بس صورت نگیرد و همزمان با تشدید جنگ گفتگوها آغاز شود خونریزی بیشتر اتفاق می افتد. وقتی گفتگو آغاز شود و همزمان با آن جنگ شدت بگیرد طالبان تلاش خواهند کرد که برای به دست آوردن امتیاز بیشتر پشت میز مذاکره اقدام به خونریزی بیشتر کنند. خونریزی بیشتر کل روندی را که برای حل سیاسی جنگ افغانستان آغاز شده است ناکام خواهد ساخت. گفتگوهای قطر را اصرار طالبان بر استمرار یا ادامه جنگ متوقف ساخت. تجربه نشان داده است که در تمام منازعات وقتی گپ به مذاکره رسیده است
طرف های گفتگو تلاش کردند که خونریزی بیشتر شود تا طرفی که بیشتر کشته داده است در میز مذاکره امتیاز بگیرد. ولی شرایط افغانستان در حال حاضر متفاوت است. خونریزی بیشتر سبب می شود طرفی که بیشتر کشته است چانس خود را به عنوان طرف گفتگو از دست بدهد. تمام نشانه ها حاکی از آن است که یک آتش بس سراسری و نامحدود مورد استقبال عمومی قرار می گیرد. 8 صبح اعلام می کند به هیچ بهانه‌ای باید آتش بس رد نشود. هر نیرویی که خودش را بخشی از افغانستان می داند باید به مطالبات عمومی احترام بگذارد. پایان خونریزی و توقف خشونت در حال حاضر مهمترین مطالبه عمومی است. هر نیرویی که به این خواست احترام نگذارد خودش را در برابر کلیت افغانستان قرار داده است. 8 صبح می گوید در صورتی که خونریزی متوقف نشود هیچ نوع مذاکره حمایت عمومی را به دست آوردن نمی تواند. همزمان با نشست اخیر قطر که در آن به شمول طالبان نمایندگان احزاب سیاسی و حکومت شرکت کرده بودند، یک انفجار در ولایت غزنی صورت گرفت که از اثر آن شمار زیادی از هممیهنان ما کشته و زخمی شدند. آن انفجار سبب شد که شرکت کنندگان نشست قطر زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرند. وقتی انفجار رخ می دهد و شمار جانهایشان را از دست می دهند، مطالبه عمومی تغییر می کند و کسانی که در گفتگو شرکت کردند زیر فشار قرار می گیرند تا هر دم مذاکره ای را متوقف کنند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود بخش از تبصره های روزنامه ها و جراید داخلی و خارجی که تقدیم حضورتان شد. ما باز هم معذرت می خواهیم به خاطر تکلیفی که دارم، تکلیفم یعنی غیر سرماخوردگی کنم چیز دیگه نیست، شاید زبانم کرالت کنه و یا ای که درست نتانم کلمات افاده کنم. امیدوارم با بزرگواری که دارین این حقیر فقیر را مورد عفو قرار بدین. قبل از اینکه ما به صحبت اصلی برنامه امروز بپردازم، یک مسئله را میخوایم بر شما روشن بسازم و او عبارت از این است که تبصره ها و مطالبی که در روزنامه ها و جراید داخلی و خارجی منتشر میشه این چیز دیگر است. مثلا روزنامه هایی که از ایالات متحده امریکا مسائل افغانستان یا مسائل خارجی رو مورد بحث قرار میتن، اینا بیشتر منافع امریکا را در نظر میگیرن. همچنان روزنامه هایی که در داخل افغانستان هم مقالات را منتشر میکنن، اینا هم متاسفانه اکثرشان وابسته به احزاب سیاسی و یا جریان های هستن که منافع ملی افغانستان کمتر در نظر می گیرند. بنان بعضی تبصره هایی که من خدمت شما تقدیم می کنم، شاید گزارش های روزنامه ها و جراید خارجی و داخلی را رد کنه یا به نوعی در تضاد با اون مقاله ها قرار بگیره. اما از آنجایی که واقعیت چیز دیگر است و واقعیت ها چیز دیگر است، مخصوصا از نگاه خبرنگاران و مبصرین آزاد اندیش و دورنگر، این کاملا متفاوت است. به دلیل من قبل از اینکه برنامه ای صحبت خدمت شما تقدیم کنم یا این تبصره تقدیم کنم، البته این یک چی میگن مقدمه داشت که مقدمهش تقدیم کردم. به نظر می رسد که دوباره گفتگوهای سال امریکا با طالبان به بنبست خورده است. یعنی برخلاف آنچه که در روزنامه های داخلی و خارجی منتشر میشه و هر دو طرف نمیتوانند روی تصمیم نهایی امضای توافقنامه به نتیجه برسند. منابع متعدد تایید میکنند که طالبان خواهان اعلام آتش بس با نیروهای دولتی افغانستان نیستند و من هیر کاملا تایید میکنم که نیستند و نیستند و تنها میخواهند که آتش بس یک جانبه با امریکا داشته باشند. امریکایی ها هم به دنبال منافع خود هستند. شما مطمئن باشین هر آتش بس یا هر توافقنامه که امضا شوه منافع افغانستان در او نادیده گرفته میشه، یا بهتر است بگویم منافع حکومت نه، منافع مردم افغانستان در این موافقت نامه یا در این تفاهم نامه ولو که بر مدت جنگ هم متوقف شوه در نظر گرفتن همیشه. اما امریکایی ها و ارگ ریاست جمهوری تا حد توان تلاش دارن که طالبان را متقاعد به رعایت آتش بس با نیروهای افغانستان کنند. مشکل در اینجاست که حکومت افغانستان شرط خود آتش بس مانده، یعنی خط سر خود، در حالی که حکومت افغانستان میفهمه که طالبان اصلا اونا را به رسمیت نمیشناسه. به این دلیل مسئله پیشنهاد آقای غنی یا حکومت غنی مبنی بر
استقرار آتش بس این هم یک صحبت کاملا واهی است، به خاطر که امریکایی ها فقط به خاطر که دل حکومت یا حکومتگرای افغانستان خوش بسازن اونا هم روی مسئله تاکید میکنن، در حالی که اگر در سایر موارد امریکایی ها و طالبان به تفاهمات یا توافقات رسیده باشند، در صورت گپ آقای غنی و حکومت به اصطلاح وحدت ملی مفت در مفت است. آقای غنی میگوید زمان گفتگوهای صلح نتیجه بخش خواهد بود که آتش بس کامل در کشور برقرار شود، ولی طالبان نخست خواهان رسیدن به توافق با امریکا اند و بعد میگویند که گفتگوهای خود را با سیاسیون افغانستان و نه حکومت افغانستان آغاز میکنند. این موارد که فعلا به صورت کلی در رسانه های مختلف بازتاب یافته نشان میدهند که طرف های گفتگو کننده هنوز نتوانستند به قناعت یکدیگر برای امضای توافقنامه صلح نائل شوند. مبصرین و مفسرین طرفداران یا بهتر است بگویم کسایی که طرفدار بیشتر طالبان هستند، اونا در مصاحبه ها در طلوع یا در سایر تلویزیون های محلی یا داخلی همیشه روی تاکید میکنن که نفهم آتش بس میشه، باز قرارداد امضا میشه، باز تو میشه، باز تو میشه. کلش دروغ است. اینا مطمئن باشین که هیچ گزارش یا خبری که مبنی بر موافقت این مذاکرات باشه به چشم نمیخوره. این یک روند گفتگوهای صلح امریکا با طالبان تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ بیشتر متکی به مسائل جهانی، منطقه‌ای و ملی است. امریکا زمانی به توافق با طالبان رغبت و میل نشان خواهند داد که به هدفهای اصلی خود در جنگ افغانستان و مانور در عرصه سیاست داخلی آن کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شود. در ضمن بحث‌های منطقه‌ای نیز این روزها از حساسیت زیاد برخوردار شده، به ویژه رو در روی امریکا با ایران در منطقه تأثیرات خود را براوند صلح افغانستان نشان داده است، چنانچه آقای کابولوف نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان طی مصاحبه با اسپوتنیک من خدمت شما تقدیم کردم خاطر نشان ساخت که ایران در مذاکرات صلح افغانستان هیچ میل و رغبت نداره که اشتراک کنه، در حالی که ایران یکی از بازیگران اصلی در منطقه است و به سادگی نمیخواهد که اجازه بدهد امریکا در جنگ خود با طالبان با هدفهایی که برای خود تعیین کرده برسد. در این جای شک و شبهه نیست که ایران به اندازه کافی بر طالبان نفوذ دارد و میتواند این گروه را در جهت هدفهای خود عیار کند. طالبان هم که بیشتر به دنبال امتیازگیری در سطح منطقه و جهانند، این موقعیت را به نفع خود میدانند و منتظرند ببینند که تحولات منطقه‌ای به کدام طرف پیش میرود و این گروه در این میان چه سهمی را از آن خود خواهد ساخت. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، البته یک گزارش ویدیویی هم آماده کردیم در رابطه با این تبصره که این گزارش را میبینیم، تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به این باور است که پس از افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، امریکا از طالبان خواسته است که روابطشان را با ایران قطع کنند و نیز با حضور شمار از نیروهای امریکایی در افغانستان توافق کنند. حتی ویل کردی چی لطالبان رو گشتر شویدی چی یوش میر فوزون و پتکی دو سرم به توافق. طالبان در این باره تا هنوز به گونه رسمی واکنش نشان ندادند. روند صلح افغانستان دو بدنه اصلی حکومت وحدت ملی را هم با تفاوت ژرف دیدگاه درباره آتش بس روبرو ساخته است. اگر کاهش خشونت به اساس معیارها و مکانیزمی که مورد قبول طرف ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان توافق صورت بگیره بر ما قابل قبول است و بحث آتش بس میتونه در مرحله مذاکرات بین الافغانی مطرح شود. با این همه انعطاف پذیری های حکومت افغانستان به گروه طالبان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان بسیار مهم دانسته می شود. طالبان باید بپذیرند که واقعیت های افغانستان را باید بپذیرند، باید بپذیرند که تغییرات بسیار اساسی در از 18 سال گذشته تا اکنون وجود آمده. در غیر از این صورت نمی توانند که در میز مذاکره حاضر شوند.
گفته می شود که پس از روشن شدن موضع طالبان درباره کاهش خشونت ها انتظار می رود که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کند. از جانب موضوع انتخابات افغانستان نیز بدون تردید تأثیرات منفی خود را بر روند صلح افغانستان آشکار کرده است. همین که طالبان ارگ را به عنوان بخشی از تلاش های صلح به رسمیت نمی شناسند، کافی است که پی ببریم یک طرف معادله از این حالا حذف شده تلقی می شود. اگر انتخابات در جهت درست پیش می رفت و تمامیت خواهی یک دسته انتخاباتی سبب نمی شد که سلامت آن زیر سوال برود، تا حال بسیاری از گریه های مشکل افغانستان حل شده بود. اما به نظر نمی رسد که تا زمان حل مشکل انتخابات افغانستان طالبان بخواهند پشت میز مذاکره با نمایندگان ارگ و یا جناح‌های سیاسی افغانستان بنشینند. نشست چین که قرار بود ماها پیش برگزار شود به دلایل نامعلوم برگزار نشد. بسیاری از کشورهای منطقه که تلاش داشتند در روند صلح همکاری کنند، حالا با تنش‌هایی که در منطقه به وجود آمده کمتر به موزل افغانستان علاقه نشان می‌دهند. امریکا نیز که اصلی ترین بازیگر سیاست‌های افغانستان است، بیشتر این روزها درگیر مسائل ایران و انتخابات خود است تا اینکه به موضوع افغانستان به صورت جدی فکر کند. تنها امید مردم افغانستان به جناح‌ها و نیروهای سیاسی داخلی آگاه و مسئول است که بتوانند گره کور مشکل افغانستان را با انگشت تدبیر باز کنند. اما متاسفانه این هم تا جایی که دیده میشه امکان نداره، چرا سیاسیون افغانستان هم به دنبال منافع خود هستند. اما اینجا نیز یک مشکل بسیار وجود دارد، یک مشکل بسیار کلان وجود دارد و آن هم فرد به نام دوست عزیزم اشرف غنی و اطرافیان او هست که تمام قدرت را به صورت یک تازانه در اختیار گرفته و نمیخواهد که افغانستان از بحران کنونی بیرون شود. برای حکومت آقای غنی حتی همان مشروعیت نیمبند سیاسی توافقنامه حکومت وحدت ملی نیز باقی نمانده است. شاید در طول 40 سال گذشته نامشروطر و بی پشتوانه‌تر از حکومت فعلی در افغانستان حکومت به ظهور نرسیده باشد. رژیم طالبان با همه مشکلات و عقب ماندگی هایی که به آن مبتلا بود، باز هم از حکومت غنی مشروعیت بیشتری داشت، نهایت به زور شلاق و کیبل. به زور شلاق و کیبل توانست حاکمیت خود را نسبی تثبیت کند. اما برای آقای غنی و حکومت او به جز شعار و چپاول دارایی های عامه دیگر هیچ توش و برنامه باقی نمانده است. برای ثبوت این ادعا با هم می رویم و این گزارش را مشاهده می کنیم. بعدن باز خود قضاوت کنید که در کشوری به نام افغانستان چی حال است و چی روز است و چی چور است و چی چپاول است. اما مردم افغانستان همچنان خاموش نشستند و منتظر هستند ببینند که جناب زلمه خلیلزاد چه وقت دلش به حال مردم افغانستان می سوزد تا راه برای بیرون از بنبست صلح در افغانستان پیدا کند. در حالی که فراموش نکنین که آقای خلیلزاد نماینده خاص حکومت افغانستان، حکومت امریکا است. بنابراین منافع امریکا بالاتر از منافع هر کشور دیگه، هر گروه دیگه و هر جناح دیگر است. با هم می رویم و این گزارش ویدیویی را از نزدیک تماشا می کنیم تا دقایق برمی گردیم. با ما باشید. ساخت مجتمع نهادهای دولتی در دارالامان، کارهای پس از بازسازی قصر دارالامان، ساخت بند مچلخو، ساخت 100 ساختمان برای مسجد آوا محلات فاتح خانی، پروژه در زندان پل چرخی، پروژه در میدان هوایی آمد کرزی و ساخت خوابگاه ها در دولت کشور از پروژه های بزرگ استند که دارای عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری در دست دارد. تا بهار امسال مسئولان این اداره از در دست داشتن بیش از 200 پروژه سخن می گفتند. اما اکنون آنان می پذیرند که این شمار تا بیش از 800 افزایش یافته است. سکتور صحت است که انتظارگاه هاست، یک تعداد در سکتور ورزش است که جمله جمعه ورزشی است، در قسمت خانما جمله جمعه سالونای اجتماعی و فاتح خانی.
و مایداره عملیاتی که دو سال از ایجادش میگذرد چرا و چگونه روی کار آمد. یافته های طول و نیوز نشان میدهند که وفی امین رئیسی نداره که از امریکا به افغانستان آمده است، نخست پروژه هایی را در داخل ارگ ریاست جمهوری در دست داشت و پسانتر پروژه بازسازی کاخ دارالامان را نیز گرفت. دو کاری که رئیس جمهور را به فکر ایجاد اداره عملیاتی و گمشتن وافی امین بر ریاستی نداره انداخت. مسئولان این اداره می گویند که وافی امین پیشتر در مقام های دیگری در حکومت از جمله همچون مشاور رئیس جمهور نیز کار می کرد. در برگه های انترنتی اطلاعاتی هم درباره این که وافی امین در شهر سانتا کروز ایالت کالیفرنیای آمریکا رستورانی به نام لیلی دارد ثبت هستند. از مدت زیاد است به عنوان مشاور رئیس جمهور کار کرده بود و کاری را که کردن عملا نشان دادن که البته دمی تجربه داشتن که کردن. با این حال درباره هزینه ها و جزئیات پروژه هایی که دارای عملیاتی ریاست جمهوری در دست دارد انوار اطلاعات ناقص و چند پهلوی داده شدند. آنم در اوضاعی که نهادهای ناظر بر پیکار با فساد انتقاد دارند که بیشتر پروژه ها به گونه منبع واحد و یا هم به دستور رئیس جمهور به این اداره داده می شوند. پروژه های بین المللی کم شده، کمک های بین المللی کم شده و عنوان منبعی که کمک ها و تمویل پروژه ها صورت میگیره است تطبیق پروژه های دولتی است که و این پروژه ها هم اگر از طریق منبع واحد به واحد عملیاتی ریاست جمهوری اعطا شود زمین رقابت و کار فعالیت و تشبس و سرمایه گذاری سکتور خصوصی را محدود می سازد. پروژه های برای واحد عملیاتی و انکشاف ملی ریاست جمهوری داده می شود که سایر نهادهای تدارکاتی از تطبیق و مدیریت از او توسط سکتور خصوصی عاجز هستند. پاسخگو نبودن اداره عملیاتی و حمایتی توسعه ملی ریاست جمهوری از کارها و درآمدهای این اداره، موازی بودن مسئولیت‌های داده شده به این اداره با برخی از نهادهای دیگر دولتی و آنچه که افزایش بی‌رویه پروژه‌های دست داشته این اداره گفته می‌شود، از نگرانی‌های نهادهای ناظر بر پیکار با فساد هستند. دوستان ارجمند، همتران گرامی، ما که در دستگاه حکومت آقای غنی می‌بینم، جز 3-4 نفر دیگه هیچ کس نه به کارهای خود وارد هستند و نه حقیقت چه برتان بگویم که اینا استعداد از این دارن که یک مدیریت پیش ببرن. از جمله والیا یکی آقای شاه محمود میاخیل است. واقعا یکی از والیای بسیار مجرب و همچنان یکی از والیای بسیار صادق است. رشوت هم نمیخوره و کار خودم بسیار به خوبی انجام میده. شما از طریق صفحات اجتماعی حتما کارنامه های آقای میاخیل وقتاً فوقتاً مشاهده میکنین. و یکی هم والی کابل. ما شاید از خیلی نظر ایدئولوژی با والی کابل موافق نبودیم. البته حال شرایط تغییر کرده، حال هیچ کس به او خطوط و به او ایدئولوژی هایی که داشتن باورمند نیستن. امی آقای یعقوب حیدری والی فیلی کابل، ما دو والی و یک سفیر آقای سید طیب جواد که در لندن سفیر هستند. یعنی شما بر من نشان بتین یک آدم دوم یا سیوم که اینا واقعا واجد شرایط سفیر شدن، وزیر شدن و یا ای که والی شدن باشن. وزرای آقای غنی یکی پس از دیگری به بهانه های مختلف از او جدا می شوند و راه خود را می روند. همین امروز کسی که نازدانه و دردانه آقای غنی بود، یعنی وزیر خانه سازی و قبلا اصلاحات ارضی مربوطش بود و سایر ارگانهایی که مربوط زمین و خانه و آبادانی میشد قبلا جدا بودن، حالا ما یکی شدن به نام وزارت خانه سازی که به نام پیکار. همین آقای پیکار که دردانه و نازدانه آقای غنی بود امروز به سارنوالی معرفی شد، یعنی اما کسی که آقای غنی روش حساب میکرد. وزیر ترانسپورت دیروز استعفا داد. وزیر اطلاعات و فرهنگ اولین وزیری بود که از مقام خود استعفا داد و بعد انبالش چندین وزیر دیگر. تا حال آقای غنی در 5 سال نتوانسته است حتی سرپرست وزیرها را وزرای دائمی بسازد. او خوب میداند که کار درست انجام نمیدهد، اما راهی ندارد جز این که بسوزد و بسازد. 3 قوای اصلی که باید در هماهنگی یکدیگر کشور را اداره کنند به جان هم افتادند و هر روز رسوایی های همدیگر را رسانه‌ای می کنند. مردم ما بلا تکلیف با هزاران مشکلی که دارند نمیدانند کدام در را دقلباب کنند و برای حل مشکلاتشان به کدام مرجع سر بزنند. افغانستان روزهای سخت و دشواری را اثر می گذراند. از یک سو درگیر نامی و جنگ است و سوی دیگر در چنگ حکومتی که فقط به خواستا و هدفهای خود می اندیشد. سرما،
محیط زیست نامطلوب، غربت، فقر، بیچارگی، این هم با این مشکلات که من خدمت شما عرض کردم جمع کنین، ببینین که مردم افغانستان چی حال و چی روزی دارد. اگر نهادی وجود می داشت که سطح مشارکت در انتخابات سال روان را به درستی محاسبه می کرد، آنگاه فاجعه‌ای که بر افغانستان گذشته به خوبی معلوم می شد. هیچ امکان ندارد که بیشتر از 1 میلیون تن واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده باشند. جامعه جهانی و به ویژه امریکایی ها این واقعیت را نیک می دانند، ولی چیزی بر زبان نمی آورند، چون که بخش از افتضاح انتخابات را در تمام دوره ها آنها نیز به گردن دارند. این کشورها به دلیل منافع خود و اعتمادی که به چند چهره کم سواد و تمام قدرت داشتند، در به وجود آوردن افتضاح و فاجعه انتخابات در افغانستان عملا نقش داشتند. حالا هم برای این کشورها نتیجه انتخابات و اینکه مردم افغانستان با چنین روند اعتماد خود را از دست دادن و یا خیر هیچ اهمیت قائل نیستند. برای آنها آنچه اهمیت دارد بیرون شدن از افغانستان و کاهش مصارف و کمک هایشان است. کمک هایی که اکثرا به جیب همان افراد طماع و سودجوی بیسواد خودشان بریزد. بسیار جای سرفگندگی و خجالت است که افغانستان در میان کشورهای منطقه با داشتن 2.5 میلیون معتاد مواد مخدر در جایگاه نخست قرار گرفته است، در حالی که 15 سال پیش تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان بسیار کم و محدود بود. این همه معتاد محصول چی چیز است؟ اگر حکومت های افغانستان مشغول زدبندهای قومی و زبانی نمی بودند و به مسائل کشور می پرداختند، ما حالا رکورددار ثبت معتاد نمی بودیم. گفتم ثبت معتاد، چون 2.5 میلیون تن رقم است که از سوی نهادهای مسئول تایید شده، ولی این که واقعا رقم اصلی معتادان به چند تن می رسد واقعا کس چیز نمی داند. کارگزاران حکومت افغانستان در چنین شرایطی از ادامه قدرت سخن میگویند و منتظرند که یک بار دیگر بر ارکه قدرت تکیه زنند. آیا واقعا جای شرم نیست؟ انتخابات را که خودشان با دستای آلوده خود بلجن کشیدند، حالا برای امریکا و جامعه جهانی نیز اهمیت خود را از دست داده است و آنها تلاش دارند که در تفاهم با طالبان فرش این ارزش ها را برای همیشه جمع کنند. در این میان اگر نیروهای واقعی سیاسی طرح بدیل ارائه نکنند که سوی مردم مورد حمایت قرار بگیرد، بدون شک افغانستان در گرداب بسیار خطرناک سقوط خواهد کرد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود تبصره‌ای که خدمت شما تقدیم کردم و من یک بار دیگر معذرت می‌خوام به خاطر که وضع من خوب نیست. شاید بگین تو چرا آمدی، چرا برنامه تطیر کردی. من یک احساس مسئولیت دارم، فکر میکنم غیر حاضری کردن و ای که کار خود انجام ندادن یک خطای بسیار بزرگ است، در حالی که حال وقت عزیز که من باید گفتی مردم استراحت کنم و برم چکر بزنم، چند وقت از زندگی خود استفاده کنم، اما نمیشه که نمیشه دیگه، بند ماندیم گفتی مردم. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. روفی صاحب سلام علیکم، اگر خلاص گپ بزنیم من 2 دقیقه برتون وقت میتم برای که بردگان نوبت برسه، بفرمایید. باشه، من میخواستم برای شما بگم معاونی که سر به شما میخوایم آقای تشکر مسکنیار. زنده باشه دیگه که آقای مسکینار، من فکر نمیکنم که اینقدر یعنی آوردن صلح یا آرامی در افغانستان پیش امریکایی کار بسیار زیاد مشکلی باشد. شما فکر کنین اگر اینی مردم یا ای امریکایی ها در مقابل مردم افغانستان اگر صادق می بودن یا صادق باشن، فکر نمی کنم که اینیا به یک توافق ببرای طالبان نرسن. چرا همه اقدر دایی قدرت که امریکا داره، فکر میکنم که یعنی طالبان قدرت زیرا نداره که مثال در مقابل 130 مملکت یا تمام جهان اینجا بجنگه یا یک گم باشن که بگوید که ما اساکر خود از افغانستان باید بکشن
بعد از او باز ما صلح میکنیم و بعد از او یا ما مثال آتش بس میکنیم یا خشونت پایین میاریم. من این فهم مثلا اصلا امریکایی چرا برای مردم افغانستان دروغ میدن؟ اگر دروغ نمیدن چرا حکومت افغانستان از این توافقی که بامرای طالبان کده یا اطلاع نمیده یا نمیده که چی توافقی بامرای طالبان شده؟ آیا این مملکت فروخته؟ آیا مردم فروخته؟ چی بازی است که در مقابل مردم افغانستانی امریکایی ها میکنن؟ اگر یک مثلا مسئله باشه که مسئله خروج اساکر امریکایی از افغانستان باشه، خو یک چیزی واضح و روشن است، بگه برای مردم افغانستان که برادر من تا 2 سال میباشم یا تا 3 سال میباشم من از افغانستان بیرون میشم. آیا میره پارلمان افغانستان قبول میکنه؟ مردم افغانستان قبول میپذیره؟ بله، من اجازه بتیم از طریق تلفن براتون جواب میتم حتما. تشکر. من یک مسئله میخوام براتون خاطر نشان بسازم. ما بارها گفتیم، باز هم با ادامه صحبت قبلی خود برتان میگم که امریکا به دنبال منافع خود است، یک طرف. از طرف دیگه ما همه قصور به گردن امریکا هم نندازیم. شما می افغانستان رو ببینین، همین سیاسیون ما رو ببینین، همین وکلای پارلمان رو ببینین، همین وزیرا رو ببینین، همین رئیس جمهور چپلک پوش رو ببینین، همین ریاست اجرایی رو ببینین که یک مقام یا یک پست کاملا تشریفاتی، هیچ کس احساس مسئولیت نداره. میگم عبدالله، نه او آدم صلاحیت داره و نه میتونه کنابکار انجام بده. اشرف غنی هم به این شکل، فرض کنین که همی طالبا حاضر شدن کمره حکومت افغانستان مذاکره کنن، شما فکر میکنین مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان به نتیجه میرسه؟ اگر پیشنهاد طالبایی باشه که ما مجددا انتخابات کنیم و در انتخابات باید ما هم نماینده خود شرکت بتیم، شما فکر میکنین؟ نه خیر. شما فکر میکنین آقای غنی با آسانی و سادگی قدرت رها میکنه؟ ببینین مشکلی که در انتخابات افغانستان پیدا شده، کمیسیون شکایات امروز در حدود 100 چند منطقه را یا 100 چند محل آرایشان را باطل اعلان کرد. این مشکل افغانستان مشکل بود داخلی و خارجی دارد. قصور ما و خیانت ما، جفای ما نسبت به مردم ما، نسبت به کشور ما بیشتر از خارجی هاست. اگر ما انسان های خوب می بودیم، اگر ما ملت با احساس می بودیم، امروز به این حال و به این روز نمفتادیم. شما ملت ایران رو ببینین. من نمی خواهیم که خدای نخواسته من فکر کنیم من طرفداری ایرانی رو میکنم، اما شما ملت ایران رو ببینین که در 4 روز 5 شده که بپا خیسته، برای آزادی خود، برای حقوق خود اینا مبارزه میکنن و ما مردم هیچ چیز بر ما نمانده، ناموس بر ما نمانده، مال بر ما نمانده، زمین بر ما نمانده، نشان بر ما نمانده، حیثیت بر ما نمانده، هویت بر ما نمانده. خوش هستیم که افغان هستیم. وی آر فرام افغانستان. حالا آدم خجالت میکشه که بگه وی آر فرام افغانستان. آیم ساری، ببخشید بسیار. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم استیار سر. من بر شما سلام میترم، تقدیم میکنم. بفرمایید سر. خواهش میکنم. شما بهتر امور تشریح کردین. همه چیز همین قسم که امریکا شما گفتین در پای منافع خود است، بلکل کاملا به خاطر که امریکا فعلا با 49 کشور جهان در حضور در افغانستان و با میلیاردها دلار که اونجا مصرف کردن، همین دولتی که رضا یا اشرفانی نتونست نه امنیت بیارن و نه مواد مخدره گم کنن و نه فساد اداری را. بران امریکا هم در پای منافع خود هست فکر نیکنه مسکینی ها زد که امریکا ها از افغانستان خواهد بشه و آنها نمیخواهد که دولت تشتوانی در اونجا باقی بانه یا عبدالله یا نفر دیگه. منافع شون همیست که اگر آنها خارج شوند دولت هایی که در اونجا باشن سقوط میکنند از طرف طالب ها و همیانشان که مثل که پاکستان و ایران و چی روس هست و دولت ها سقوط میکنند و امریکا کس را میخواهد که در اونجا باشه که ما یک دولت در اونجا پیش از اینکه خارج شود یا خارج شود در اونجا در کابل جای به جای شد که روابط خوب با امریکا داشته باشه و دیگه ای که همی جنگ جدالی که در 19 سال بوده همو یک نام نیک به امریکا باشه و امریکا در اونجا با نام نیک خارج شود و او از قسم همی معلومه. معذرت میخوام، من گپ شما را تایید میکنم. من یک مثال دیگه میتونم خلاصه. امروز امریکا از عربستان سعودی و امارات متحده عرب یا کویت یا چندین کشور یا قطر، چندین کشور اسلامی دیگه، با اونها رابطه بسیار نزدیک داره. آیا امریکا خوش نداره که یک رژیم مثل رژیم سعودی یا رژیم قطر یا امارات
یا کویت در افغانستان مستقر شد، منافع امریکا یا من فکر میکنم آره ما به این نتیجه رسیدیم که بیشتر در به قدرت رساندن طالباست تا حکومت که هر روز پیشتر تار خدمت شما عرض کردم سه قواست که نا به جان هم افتادن. ما چی داریم از برای خدا؟ یعنی به دست کی حکومت بسپارن؟ امریکا خودش هم ایران مانده که بعد وقتی که چی میگن شما فکر میکنین که بر امریکا وفادارتر از حامد کرزی وفادارتر از اشرف غنی نوکر و مزدور دیگه پیدا میشد؟ خب میگم نوکرای درگاه و دروازه و دربار خودم بردم اینا به حال کشور ملت خود اینا جفا کردن خیانت کردن دیگه کس خود پیدا کردن نمیتونه دیگه یک امریکایی مستر تام یا مستر جف یا کدوم مستر استیونسن یا یکی دیگه شو آورده نمیتونه که یک امریکایی موزرد چشم سبز بیاره رئیس جمهورتان بسازه. اینمی افراد و اشخاصی که توسط امریکایی ها اینا آموزش دیدن تا تمویل شدن و به اینجا رسیدن امروز ببینید که چه حالا در افغانستان انداختن. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام و احترام خدمت شما آقای مشکلیار. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم بیننده گرامی، بفرمایید. همچنان خدمت علاقمندان محترم برنامه شما مهربانی است. تشکر. سال نو به شما مبارک. زنده باشیم بر شما همچنان. بر شما همچنان. بفرمایید. ما ناشیهایی که از سیاست چیزی نمیدونیم همیشه از شما برنامه سازای محترم میشنویم. خواهش میکنم. میگن کبوتر با کبوتر باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. شما برنامه سازای سیاسی و مذهبی هر کدام علاقمند خاص خود دارین. میگن کسایی را که نمیشناسین از هم صحبتهایشون میتونین خوبتر بشناسین. مخاطبین برنامه شما اخترن شخصیت های محترمی هستند. متاسفانه یک ده چون خطای اقدهی هستند در این برنامه های سیاسی و مذهبی زنگ میدنند، دور از آداب انسانی به افراد و اشخاص و شخصیت های هنری و سیاسی نام گرفته فحش میتند. وطن فروش، نامس فروش، جارب مجرد نمیگون فنار نه درست است. جالبی که برنامه ساز نه تنها بعدشان نمی بلکه به فحشگو سر هم می جنبانند. دیگر جای بسیار تاسف از دیگر تلویزیون جب جوانی و یک خنفش گفتن. به هر حال آقای مسکینیار من از سیاست چیزی نمیدونم، سوالم نمیکنم. آقای مسکینیار همی چند وقت است که محترم شریف برنامه نداره، شما جوابش کردین؟ نه نه خواهش میکنم، من هیچ عادت ندارم که کسی جوابت. من افتخار میکردم و هنوز هم افتخار میکنم که آقای نایب شریف همکار ما هستن و از هفته آینده برنامهشان شروع میشه، از چهارشنبه آینده، یعنی از فردا نه از هفته آینده. بله. و دیگه ای که شما یک روز فرمودین که آقای دکتر یونس و آقای بله 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 از هفته سه شنبه بله سه شنبه سه شنبه آینده ساعت 11 قبل از ظهر اولین برنامه دکتر فرید یونس مهمان خانه های شما میشه و در مورد شروع نشدن نخر سه شنبه آینده. اما همین صحبتتان به شکل گفتین که خدای ناخواسته من کسی جواب داده باشه، من تا آدم نیستم. هر کسی که در تلویزیون آمده نه نه هر کس که به تلویزیون آمده به میل و رغبت خود آمده و کسی که از تلویزیون رفته به میل و رغبت خود رفته. ما هیچ کس از تلویزیون جواب ندادیم. یکی دومی که آقای بله خواهش میکنم بله آقای عباسی هم برنامهشان شروع میشه. من متاسفانه نسبت یک واقعی که در خانواده عباسی رخ داده من تا امروز نتونستیم با ایشان صحبت کنم. اونا هم به زودی برنامه خود شروع میکنن، ببینیم که وقتش کدام روز و کدام ساعت خواهد بود. همچنان چندین برنامه هنری و فرهنگی دیگه هم از طریق شبکه جهانی آریانا افغانستان مهمان خانه های شما خواهد شد. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. جناب مسکینیار سلام میرسونم بر شما. بر شما سلام احترام تقدیم میکنم دوست گرامی، بفرمایید. زنده باشین. اول یک پیشنهاد دارم، این تلویزیون که مال خود شما از خود شما و حق زیاد خود شما دارین، شما فقط نه این یک برنامه دارین یک ساعته و او را هم بعض اوقات از یک کدام کمتر بسته میکنین. بگه نمیکنین که بهتر خود بود که این پروگرامتان برنامه‌تان دو ساعته بسازین یا بیشتر تا ما مردم بتانیم امرایتان صحبت کنیم در بارای اوضاع افغانستان.
تشکر. پیشنهاد بسیار خوب است. متاسفانه شما میفهمید که تا ساختن یک برنامه یک ساعته بسیار مشکل است و ما بر علاوه ای که مسئولیت کل تلویزیون دارم، مسئولیت سه برنامه سه روزه دارم، بعض مسئولیت های دیگه هم دارم که باید به اونو هم رسیدگی کنم. اگر ما وقت داشته باشم و امکانش باشه و نیرو و توانایی رو داشته باشم، من هیچ مزایقه نمی کنم. حتما یک فکر کنین سرش. حتما خوش هستم که چند تا برنامه ساز دیگه هم به شما پیوستن. زنده باشه. به می خاطر هم من خواستیم فشار رو کم کنم و فعلا آقای فرید یونس برنامه روز سه شنبه رو اونا پیش میبرن. من کوشش میکنم که روز جمعه یا اگر روز دیگر باز انتخاب کنم. تشکر بسیار. و دیگه گپ من ایست که شما شجاعت و شهامت مردم ایران و روح مردم ما کشیدین. خب چی میشود کرد؟ آدم جان شیرین است و هیچ کس نمیخواد نفر اول در این راه باشه. بله. اگه شما میخواهید نفر اول باشین، برین به مونجا خدا نشان بتین، صحبت کنین و یک قیام بپا کنین که مردم از پشتتان بیاید. بله، پیشنهاد بسیار خوب کردین. پیشنهاد بله. نه ایره گپتان من نه زندگی اجازه بتین از طریق تلویزیون بشنوین. من نه زندگی آرام دارم. شما زندگی شخصی ما چی خبر دارین؟ من یک بار نه، دو بار نه، شاید صد بار به افغانستان رفته باشم. متاسفانه این گپ بچه غریبه که میشنوه. شما تا امروز من از طریق کنم تلویزیون یا کنم رادیو یا کنم رسانه داخل افغانستان دیدین که مرا وقت داده باشن که صحبت کنم؟ من در افغانستان ممنوع تصویر هستم و ممنوع صدا هستم. بنابراین با این شرایط و شرایط یک نفر نمیتونه در کشور کنم کار انجام بده. اگر چند هزار نفر باشه آدم میره بایشان، نه به عنوان سرکرده و پیشکسوت تظاهر کننده ها. شما به خاطر دارین یکی دو سال پیش ما چندین بار از افغانهای ایالات متحده امریکا تقاضا کردم، حتی از ما خفه شدن. تا امروز یک تعدادشان با ما صحبت نمیکنن به خاطر که من واقعا عصبانی شده بودم و شاید بعضی صحبت های کرده باشم که مورد قبولشان واقع نشده بود، با ما صحبت نمیکنن. من ازشون خواهش کردم بیاین به خاطر مظاهره علیه پاکستان با هم یک جا شیم. 100 نفر یک جای نشد. با شما می یک جانبه صحبت میکنید. من تشکر و امتنان میکنم از اینکه شما پیشنهاد دارین. ای کاش پیشنهاد شما جنبه عملی می داشت و من هیچ مدان می توانستم کار برای افغانستان انجام بدم. اما تا حال هر چیزی که در توان ما بوده، در نیروی ما بوده، من مضایقه نکردیم و در آینده هم مضایقه نمی کنم. و مسئله شهامت و رشادت و مبارزه مردم ایران هیچ کس نمیتونه ایره نادیده بگیره. به هر صورت مربوط حکومت ایران نیست، مربوط ملت است. ملت ها همیشه پای بجای هستند، همیشه جاودان هستند. او که دولت ها و رژیم ها میرن، او یک چیز بسیار طبیعی است و در این کشور خودمون دیدیم که تا امروز چقدر پادشاه آمد و چقدر رئیس جمهور آمد و رفت. خب دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، یعنی روز پنجشنبه، برنامه از گپ گپ میخیزه، همه شما را به خدا سپرده. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.